مهمان امشبمان باز هم یک مهمان خارجی است. مهمان امشبمان باز هم یکی از کسانی هستند که از در بیرون از افغانستان زندگی میکنند. مهمانمان یک شهروند کویت هستند. میتونه بگیم یک مرد کویتی است که بنابر شور و شوق و علاقه ای که به افغانستان داشته به افغانستان رفت آمد دارن. اما یک چیزی که بسیار زیاد بر من جالب بحث بود و بیشتر مرا شگفت انگیز ساخت، زیادتر از مهمانایی که ما دعوت میکنیم و یا در افغانستان رفت آمد میکنن با زبان دری من بسیار عالی و مقبول صحبت میکنن، حتی بدون کدام کمی و کاستی بسیار هم تو سوچه و مقبول دری گپ میزنن و خوشت میای و لذت میبری، میبینی که زبان من چه فارسی و یا چه دری از اهمیت و یک جایگاه بسیار خوب و خاصه، حتی در بیرون از مرزهای افغانستان برخوردار است. کسانی که به افغانستان سفر میکنن با این زبان محبوب آشنایی کامل دارن. مهمان بسیار خوب و عزیز و نازنین من جاسم المنصوری، شهروند کویتی را با خود داریم. سلام و روزتان بخیر منصوری صاحب عزیز، بسیار زیاد خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که منصوری صاحب را با خود داریم. بسیار خوشحال هستم که با امو ظاهر کویتی که شما دارین، با امو استایلی که دارین دعوت ما را پذیرفتین. بسیار خوش هستیم شما را با خود داریم. میشه که در ابتدا یک سلام علیکی بسیار خاص به هموطنان بسیار عزیزتان که در کویت زندگی میکنن. بدون شک شما را هم اکنون میبینن و مدتی هم میشه شما در افغانستان آمدین، شاید پشتون دقام شده باشن، یک سلام علیکی داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعزائي المشاهدين في قناه ارزو الافغانيه، نقدم لكم البرنامج آخری هفته. آخر هفته، بین آخر هفته هم خوب بلد هستین دیگه. همش برنامه آخر هفته رو دیدین کدام دفعه؟ والله اتفاق نیفتاده که ما ببینیم. ندیدین تا حالا؟ خب بسیار خوب، بسیار خوشحال هستیم که شما رو با خود داریم. ما همیشه از کشورهای مختلف مهمان داشتیم منصوری صاحب. از ایران مهمانای بسیار زیاد داشتیم، از کشور روسیه با خود داشتیم، کشور ترکیه با خود داشتیم، کشورهای مختلف، و برای نخستین بار هم یک شهروند کویتی رو با خود داریم. خوش هستیم شما رو با خود داریم. اول از این بگین که همی زبان فارسی را که ما و شما پیش از این برنامه را شروع بکنیم گپ زدین، این زبان چطور بلد شدی منصوری صاحب؟ چطور تانستین یاد بگیرین؟ والله من که همسایمان اهل افغانستان بودن، بعد که با اونا خیلی دوست صمیمی بودیم، بله رفت آمد داشتیم دیگه، بسیار زیاد علاقمند به زبان فارسی شدم. بله تقریبا 3 سال میشه در افغانستان رفت و آمد دارم. 3 سال میشه رفت و آمد دارین؟ ما بی خبر بودیم. خب یعنی یگانه دلیلی که شما علاقمند این زبان شدین همسایتان بود؟ بله بله. پیشش رفتین یاد گرفتین گفتین بیا با ما یاد بده، یا ای که آمدن همراهتان میگشتن میششتین میخستین؟ والله بعد اوقات اونا صحبت میکردن به زبان فارسی دیگه، در کنارشون بلد شدم. بلد شد. بعد که در کشور کویت علاقمند شدم که کورسی زبان فارسی من کورس گرفتم. بله بله. چرا خواستین که زبان فارسی رو یاد بگیرین؟ حتی مشتاق به این شدین که باید برین کورس بگیرین، از طریق کورس هم یاد بگیرین؟ چون که دوستای خیلی صمیمی بودن همراه ما دیگه، تقریبا 9 ساله یا 10 ساله بودم که با اونا دوست صمیمی. بله بله، همسایه ما بودن، همراهشون دوست صمیمی شدیم دیگه. از طریق بسیار زیاد تشکری میکنم از کنسولگری افغانستان مقیم کشور کویت که این خدمات برای ما تقدیم کردن که کورسی زبان فارسی دیگه برای ما تقدیم کردن. خب یعنی منصوری صاحب از طریق کنسولگری افغانستان در کویت شما زبان فارسی را روند آموزش را روی دست گرفتین و اونا بله بله. همراه شما هم کار کردن. زمانی که اول شروع کردین تا اینکه فارسی را یاد بگیرین، سخت بود براتون؟ مشکل بود یاد گرفتنش؟ والله زیاد سخت نبود، چون که تقریبا 30 یا 40% زبان عربی با زبان فارسی است، فرق نمیکنه.
تفاوت دیگه... نداره؟ نه تفاوت نداره، ولی جالبش برای من خیلی خیلی جالب بود که در کورس نشسته بودیم در صف دیگه، همین الف بی اینا را یاد می گرفتیم که به زبان عربی حرف طه طه می آید، دیگه به زبان فارسی توی می آید، دیگه همین برای بله برای من خیلی جالب بود که من خندیدم روز بالا آورد. بله، اولین کلمه و اولین جمله که یاد گرفتین چی بود؟ زیاد کارشان می گرفت، مثلا به طور مثال منصوری صاحب یک جمله یا کلمه را زیاد یاد گرفتی، امور زیاد استفاده هم کرده باشی؟ والله در قدم اول که یاد گرفتم همین جور پرسانی بود البته. خب بله، به طور مثال حالا من که شما میگم که منصوری صاحب خوب هستن، صحت دارین، فامیل دوستا هم میگه خوب هستن، امیر اگه شما به کویتی بگوین چی رقم میگین؟ کیف حالک؟ طیب انشاءالله. شلون الاهل؟ امقه کتا؟ بله، از ما چقدر دراز هست نام خدا. خب باز به طور مثال اگر بگویم که ازدواج کردین، چند دانه اولاد دارین، غذایی که دوست دارین چی است، باز به چه شکل گفته میشه؟ چون شما گفتین که یک تفاوت زیاد بین فارسی و کویتی و عربی وجود نداره، ما میخوایم تفاوت‌ها رو ببینیم که تفاوت‌ها در کجایش هست. والله اتفاقا تفاوت زیادی ندارن، چون که غذای فرهنگی کشور کویت همون برنج است دیگه، غذای فرهنگی کشوری. نه من میخواستم بگم که یعنی امیر به زبان کویتی بگوین. آها، یعنی به طور مثال غذایی را که زیاد دوست دارین کدام غذا است، مثلا اگه بر ما بخواین بگوین. بله، کدام کشور زیاد دوست دارین که سفر بکنین، امیر به کویتی بگوین. والله انا احب شو اسمه مفطح الذبيحه، لما يكون عليه فوق شو اسمه خروف. اي نعم احب. اي نعم. خب مقصد ما خدا نفهم دیگه، هر چی گفتین دیگه خودتان مسئولش هستین. باز چطور خواستین افغانستان بین؟ والله ما خیلی کشورها سفر کردم. بعد که همون دوست صمیمی ما که برای ما پیشنهاد کردن دیگه، گفتن یک بار سفر کنین همراه ما، همراه دوست افغانستان. بله بله. دیگه بار اول که ما آمدم برای ما بسیار زیاد جالب بود. ما میشنیدیم که کشور افغانستان یک کشور جنگ زده است، ولی خوشبختانه بهترین کشور است. خب چی در فرهنگ افغانستان، چی در طبیعت افغانستان، چی در غذای فرهنگی افغانستان. خب زمانی که شما را دعوت کردند که بیاین به افغانستان و شما هم خبرها را شنیده بودین که کشور جنگ زده است، نگفتین پیش خود یکان دفت منصرف شوید بترسین بگوید نه حال برو باز نمیایم، یک وقت میایم، یک زمانی که تیر شود باز من میایم سفر میکنم؟ والله ترس نداشتین؟ راست نداشتین؟ نه والله ترس خو نداشتیم، ولی وزارت خارجه یا کشور کویت برای ما اجازه ندادن، گفتن اگر شما میخواین کشور افغانستان سفر بکنین باید اخلاص سبیل بکنین. اخلاص. مثال یعنی که اگر خدا نخواسته اگر در افغانستان کدام مشکل براتون پیش بشه، خواه. ما کار نداریم. بله، یعنی مسئولیت خودتون. ولی خدمات امارت اسلامی بسیار زیاد تشکری میکنم از امارت اسلامی افغانستان که برای خارجی ها که برای گردشگری در افغانستان میآیند بسیار خدمات خوب ارائه کردند، که مثال یعنی اگر از ولایت کابل سفر کنید در دیگه ولایت باید اول اجازه بگیرین، تقدیم نامه میتن برشان که خدای نخواسته در راه مسیر راه که تصادف کنن بدادشان برسن، یا که خدای نخواسته تایر موتر پنچر بشن بدادشان هم میرسن، دیگه هر برشان بادیگارد میدن. برای این بسیار زیاد خوشحال هستم. خب جناب منصوری صاحب با امو فکر کنم هم لباس اصل مردم کویت هست، همی نمیفهم به نام چی یاد میشه در سرتان؟ به نام عمامه است. عمامه. بعضی وقتا اگر مثال خسته میشی او که به فارسی فکر کنم چلتار میگن. چلتار. بله، با به زبان عربی عیگال میگن. عیگال. بله، او عیگال که هست بسیار خسته کن میباشه.
اما که اگر علقه گرد سیاه دور بله 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 بعضی وقتا بسیار خسته کن میباشه ما او رو میکشیم بازی تعیمامه میزنیم خب خسته کشای نور میکشن امامه میزنیم بله بله باز پیرانایتان هم بسیار دراز است تا بند پای است بله تا بند پای است ما که بار اول که کشور افغانستان آمدم دوست داشتم با لباسای فرهنگی کشور خودم در افغانستان باشم دیگه در ولایت کابل بودیم یکی از دور صدا کرد گفت که با کفن در سرک راه میره خب شما را چون امو لباس فرهنگ خود مردم کویت بود وقتی که امو استارت و مکمل سر تا پای سفید بله بله گفت با کفن راه میره بله نه این تصمیم گرفتیم همکارای اشاره میکنن یک وقفه میگیریم وقفه را به کویتی چی میگن؟ سنعود بعد قلیل یک بار دیگه؟ سنعود بعد قلیل سنعود بعد قلیل نعم بله نعم میریم یک وقفه میگیریم و پس از دوباره میایم با مهمان بسیار خوب و عزیز ما مهمان همگی ما و شما مردم افغانستان هستیم و صحبت ها را با اینا ادامه درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین مهمان بسیار خوب و عزیز کویتی ما با ما هستن و صحبت ها را با اینا ادامه میتیم من یک چیز نفهمیدم منصوری صاحب آیا تفاوت زبانی میان مردم کویت و یا عربا وجود داره؟ متوجه نشدم تفاوت زبانی به طور مثال زبان مردم کویت یک چیز باشه و مردم عربستان و یا امارات بله بله و دبی بله لحجه... تفاوت داره بله یا نداره؟ بله بله, بله. لهجه فرق می خب بله. کدامش ثقیل‌تر و مشکل‌تر است؟ کشور مصر است. مصر؟ بله. خب خیلی خوب. میریم کم بالای زندگی شخصیتون گپ میزنیم اگه اجازه باشه. خواهش میکنم. همیشه میگن همین عربا و کویتا خوب پولدار و پیسه‌دار هستن. راست است گپ یا نه؟ والله که اینا که من تشخیص کردن نمیتونم. با خاطر که میگن همین هرچی پیسه دنیا که از پیش این مردم است. بله. سرمایه تان چقدر باشه؟ منصوری صاحب بیخیام تو دلجام بیخیام والله که تا هنوز مشخص نیست یعنی قدر زیاد است که مشخص نمیشه نه زیاد نیست ولی تا هنوز قدر مشخص نیست ازدواج کردین؟ فعلا که نامزاد هستم نامزاد هستین؟ چند سال هستین منصوری صاحب؟ 27 سال هست 27 سال خب من یکان دفعه این سوال های شخصی را که از میمان های میپرسم باز یک تعداد مردم کامنت میکنن انتقاد میکنن میگن چی کار داری با سن و سال ازدواج زندگی شخصی مردم هموطنان عزیز برنامه فرمت برنامه می شکل است که ما میپردازیم بالای زندگی شخصی مهمانانمان زاویه های پنهانه که شما ازش خبر ندارین او را ما برای خودتان میکشانیم این برنامه ما نسبت به بحث‌های سیاسی اقتصادی دیگر که وجود داره متفاوت است ما در این برنامه شوخی داریم مزاق داریم گفتگو داریم قصه داریم حکایت داریم درد دل داریم اشک و گلایه و شکایت داریم و یک برنامه کاملا باز است که ما همه چیز را کوشش میکنیم در این برنامه با خود داشته باشیم خانواده تان آمدن کدام دفعه افغانستان؟ یا تنها آمدن؟ نه تنها آمدن تنها آمدن؟ سه سال است که شما رفت آمد میکنین حالا یک بار شما را گفتن که دوستایتان گفتن یک دفعه بیاین بریم افغانستان را ببینیم حالا این سه سال که شما رفت آمد میکنین چطور؟ بعد از او تصمیم گرفتین سه سال برین بیاین؟ والله که سالی یک بار افغانستان میام سالی یک بار میام ما هم با بسیار مشکل آقای منصوری رو پیدا کردیم چون هیچ به دسترس نی باشند در افغانستان نیستن و ما تقریبا این چند ماه پیشتر هم برای شما گپ زده بودم تنظیم کرده بودم گفتم منصوری صاحب که بخیر بیا از مردم های کویت عزیزم با خود کسر داشته باشیم کجا رفتین زیاد چکر زدین کجای افغانستان زیاد خوشتون اومد آیا بجز از کابل با ولایت های دیگر هم رفتی آقای منصوری یا خیر؟ بله بله ولایت نورستان رفتیم بامیان اگر اشتباه نکنم پارک ملی میگن پارک ملی بامیان؟ بله بله بند امیر؟ بند امیر بله بله ولایت بدخشان رفتم بله. اما تو تفریح چکری رفتیم؟ بله بله ما که بخی در خود افغانستان هستیم بجز یکی دو ولایت دیگه جای چکر نزدیم آقای منظوری غذایی که زیاد خوشتان آمد در افغانستان زیاد محبوب بود برتان دوست داشتین کدام غذا میتونه باشه؟
غذای قابلی. این قابلی خب یکی نام داره خب. آه بله. دیگه غذای دیگه هست، سفید است، داخلش لحم می باشه، گوشت می باشه. مانتو. مانتو بله. مانتو بله. خب. دیگه همین بیشتر مورد علاقه ما هست. از کباب چطور؟ کبابای وطنی ما. از این وجدان کردین؟ نو بله ها، ولی زیاد فرقی نداره با کبابای دیگه کشور. آه. اما باز هم فکر کنم یک تفاوت وجود داره. بسیار ساده مردم افغانستان کباب آماده میکنن، دسیخ، بعد از او باز راحت نوشدانش میکنن. غذایی را که زیاد علاقمند شدی منصوری صاحب، تایی که باز اگه بری کویت پیش خانواده و فامیل بری بگوی ما یک غذای افغانی را بسیار خوب یاد گرفتیم و اینمی را شما کوشش کنین یاد بگیرین و نمیشه خو مردف افغانستان برم. امیر به من اینجا آماده کنین بعد از این. رستوران افغانی هست در کویت. خب. بله بله. به نام البخاری هست. در اونجا. بله بله. افغان هستن؟ افغان ها هستن بله. دیگه کراعین دارن، پاچه، همین قابلی دارن دیگه، مانتو دارن. خب بازی کیفیت که در خود افغانستان باشه در اونجا هست؟ اما لذت که در خود اینجا دارم، مزه که در استرام بله بله تا اینجا هست. بله بله، فرق نمی کنه. یعنی دیگه نیاز نیست چیز را خودتان در اونجا پخته کنید، رستوران تا هست دیگه. بله بله. تو آدم رستورانتی هستی آقای منصوری که زیاد وقت در رستوران تو غذا خوردن در رستوران تا لوکس تیر کنی یا؟ والله اینقدر زیاد ما مورد علاقه به رستوران ندارم. مقصد ما عکسای فیسبوک تا ندیدم زیاد در رستوران تا هستید. بله بله. خب افغانستان که آمدم البته تو در افغانستان یا عکس ها را یا ذکریات گرفتم البته، یادگاری. بله. بسیار خوب. با امید از اینکه زیاد برین بیاین، حضور داشته باشین. چند تصویر براتون نشان میتم. آقای منصوری عزیز، در مورد کشور شما، فرهنگ شما و زندگی که شما در اونجا میکنین، چند تصویر است نشانتون میتم. بسیار کوتاه میشه که در موردش گپ بزنین. گپ بزنین چی میگن به کویتی؟ نتکلم. نتکلم؟ نتکلم. بله. ما بعد کورس بگیرم. میریم تصویر اول هم میبینیم. شطور است تو فکر کنم بالاش نفر است. بله بله. شطور که هست از یکی از فرهنگای عربا ها هستن که بسیار مولد علاقه با همین که فکر کنم شطور گفتین شما. شطور بله. شما چی میگین شطور؟ ما بعیر میگیم. بعیر؟ بله. بعیر. بله. که با این مسابقات میکنن. آه. بله. مسابقه هم رای شطور؟ بله بله. چه رقم یک مسابقه است؟ مسابقه دوش است؟ بله بله. بازی جایزه داره؟ بله بله. من خودم شخصا تقریبا 7 ساله یا 8 ساله بودم که در این مسابقات اشتراک میکردم. خب. بله بله. 7 ساله 8 ساله بودین مسابقات شطور بازی اشتراک میکرد؟ بله بله بله. نمیفتادین از بالا یا شطور؟ نه نه. ولی فعلا یک جهاز هست که فقط اون شطور میزنه که دوش بکنه. اما یک ریسپانه که داده بله بله. او را جهاز میگن؟ بله بله. او را میزنن شطور حرکت میکنه؟ بله بله. خب جایزه هزی چه قسم جایزه هست باز؟ جایزه هزی؟ جایزه نقدی داره؟ نه نه خیر. کأس میگه. چه قسم یک جایزه هست؟ نمیفهمم در زبان فارسی چی میگه. کأس. بله. شما همتونای عزیز اگر فهمیدین باز بگوین که کأس به زبان فارسی چی گفته میشه. تصویر بعدی. اینجا کجاست آقای منصوری؟ هذا ابراج الكويت. برج کویت. بله بله. ابراج او... ابراج برج میگن؟ بله بله. دریا. دیگه اونم که پارک اکوابارک میگن. اکوابارک؟ بله. خب. که همین حوضی سیباها پارک آبیس. بله بله. خب. اینجا شما رفت آمد کردین؟ بله بله. تقریبا هر 2 هفته 3 هفته روزهای جمعه البته اونجا. همین جستین؟ بله بله. در کدام قسمتش هستی میشه که تنگش نشان بدی؟ اینه همین قسمت. اینجا؟ بله بله. خب اینجا چی میکنین؟ اینجا زیاد چی کارا میکنین؟ از جای تفریحی برای سباحه هست. سباحه خب. این پیسدارا میتونه اینجا بری هر کس میتونه؟ نه خیر الکل یقدر یروح. خب نعم. یعنی هم اگه میتونم برم. قیمتی هست کویتی ارزانیست؟
والله که نسبت به بعضی ها قیمتی است. قیمتی است؟ بله. خب هر کس که پیسدار هم نباشد در کویت و کشورهای عربی زندگی هم کردن هم ایتانه دگه. باز کویتی ها و مردم ها بین ما و شما باش، عربا خوب پیسدار هم هستن. تصویر بعدی. زیاد میگن مردم اینا رو میگن میگن که پیسه پیسه میگی نادیده گیری پیسه را کنید. هذا يسمونه باللغه العربيه حباري، بزبان عربی اسمش حباری هست. این نام از این پرنده حباری است؟ بله بله، که گوشتش بسیار زیاد شیرین است. که ما شاهین یا که با باز مثلا سفر میکنیم در دشت ها، اینو میگیریم شکار میکنیم. خب تو خودش در بازار و مارکت نیست؟ نه خیر، وجود نداره. نه. چرا نداره؟ چونکه ایکون بالبر، یعنی در دشت ها می باشه. شاید شکار کردنش جایز هم نباشه. نه خیر، جایز است. جایز است؟ بله. هم یک تعداد عربا میان در افغانستان، در اگه اشتباه نکنم در دشت های هلمند و فرا میان، پرنده های بسیار کمیاب شکار میکنن، یا مردم های کویت و بعضی. شما هم خواست جمله از هم مردم ها نیستین به شکار یک تعداد پرنده؟ بله، سال اول بود که افغانستان آمدم، باز سفر کردیم به ولایت فرا، البته رفتیم اونجا شکار کردیم. خب بله بله، این مقصد یکی از اون نفرهایی که پرنده های ما رو شکار میکنه شکار غیر قانونی، هم پرندگک های بسیار مقبول ما را، این هم یه منصوری زایی بزن دیگه خودتان میفهمین. ما هم یک نوع گوشت شترمرغ هم بسیار مزدار است. چطور اتریان سایم؟ گوشت شترمرغ هم بسیار لذیذ است، شیرین است گوشتش. خوردنج گوشت شترمرغ؟ متوجه نشدم. یک نوع پرنده است به نام شترمرغ، فیلمرغ. آها، نه نه نخوردین؟ نه او را هم نوشجان کنین انشالله، حتما او هم شیرین و لذیذ است انشالله. در رستوران ترکش هم است گوشت شترمرغ انشالله. تصویر آخر، میگن 70 یا 80 فیصد کویت فکر کنم که دشت است، صحراست. بله صحرا می باشه. این هم که یکی از صحراهای منطقه سالمی می باشه. سالمی؟ هم مرزی با کشور کویت و جمهوری عراق. جمهوری عراق. یگان دفکت موترهایتان صحراگردی میکنین؟ صحراگردی همینجا میکنیم، بعد که همون پرنده حباری که گفتم همینجاست؟ همینجا میباشه. بله ما فقط این ویدیو ها و تصویر ها و کلپ ها اینترنت دیدیم که امی عربا موترهای بسیار قیمتی خوده، مثل لاند کروزر و کروزین و بسیار مدل آخرها را در این دشت ها و صحرا ها و جای خاکی میبرن، بازم رای از او دمو سراب سراگردی میکنن. شما می کار کردین دیگه حتما؟ بله بله. این چی لذت داره در بین خاک به طور مثال موتر بگردانین، چرخک بزنین؟ یک قسم تفریح می باشه. تفریح می باشه. خب لذت بخش است دیگه. بله بله، هر کس هم کار کردن هم میتونم دیگه. بعضی ویدیوها رو دیدم، فکر کنم اگر در ولایت قندهار. آه است. بله بله، افغانستان هم بسیار کم است. بله بله، بسیار کم است، بسیار زیاد محدود است. بله. میرم بازم کم از خودتان سو چی اگر انگشته رو مقبول پوشیدین آقای منصوری؟ تشکر. میشه که بگیرین ببینن هموطنهای ما انگشته رو تانه در موردش بگو، اینی انگشته از کویت است، از افغانستان است؟ نخیر، انگشته رو که از دوستهایم برای ما تحفه داره. دینجه؟ بله بله. خب سال اول بود که افغانستان آمدم، ایره برای ما هدیه دادن. ارزشش چقدر باشه؟ والله من که پرسان نکردم، ولی گفتن زماردی ولایت پنشیر می باشه. پنشیر است. بله. ساعت دستان خواست خودتان است یا ما هم توفه است؟ نه خیر، او از خودم است. از اینجا خریدین یا از کویت؟ نه ایره ساعت از کابل گرفتم. خب چند خریدین؟ 1500. یک هزار و پانصد افغانی؟ بله بله. 1500 افغانی؟ بله بله. نخواد منصوری بله. صاحب جدی؟ بله. ما گفتم خواهی 1500 دلار خواد بگوید. نه خیلی. قیمتی ترین چیز تا نمیال پیشتان چی هست؟ همون تو با ارزش قیمتی باشه. قیمتی که طبعا موبایل می باشه. موبایل تان چی هست؟
15 پرو ماکس. 15 پرو ماکس. بله. ماشاءالله ماشاءالله. ماشاءالله دیگه اواخر کلاگی موبایل آیفون 15 پرو ماکس دارن دیگه منصوری صاحب دارن. ان شاء الله باز گپ میزنیم. قصای ما گپ های ما زیاد است. میریم یک وقفه میگیریم. غذا براتون میاریم. آقای منصوری مهمان ما هستین. مهمان رستوران ترکیش هستین. پس از وقفه میایم و گپ میزنیم و با مهمان بسیار خوبمان صحبت هایمان را ادامه خواهیم. جدد به به یک دوغ بسیار لذیذ و خوشمزه و یک دوغ که نظیرش فکر کنم در هیچ کدام از رستوران هایی که در دور بر کابل میبینین وجود نداره. اگر میخواین که از این دوغ نوش جان بکنین با غذای بسیار خاصه که به ما و آقای منصوری همکاران رستوران ترکیش آماده کردن به نام کباب مکس ترکی که چند نوع کباب متفاوت را با برنج و همراه گندم و یک نوع سامبوسه و یا بولانی ترکی آماده ساختن، بیاین به رستوران ترکیش مجید مال شهرنو کابل از این غذاهای لذیذ لذت ببرین و نوش جان بکنین. جاسم المنصوری با ما هستن و صحبت میکنیم. بفرمایین یک بار بچشین. آقای منصوری میبخشین که غذای افغانی نیست دیگه. خواهش میکنم. غذای ترکی براتون آوردن. چند نوع کباب است یک دو بچشین ببینین مزهش چطور است. بدلتان هست یا نه؟ دید جدن ماشاءالله. جدن ماشاءالله. جدن. اما تو جدی ماشاءالله دیگه. خدا. اینا یک نوع غذای ترکی است. بیاین از غذای کویتی کم صحبت میکنیم. غذای مشهور کویتی چی است؟ مثل که بطور مثال غذای اینجا قابلی است، کباب است یا کچری قروت است. بلی. یا بولونی است، مانتو است. در کویت هم غذای مشهورشان چی است؟ از چی جور میشه؟ غذاهای مشهور کشور کویت یا که کشورهای عربی خلیج عربی البته مفتح میگن، کبسه میگن، بله مندی میگن. مندی ها، مندی را خوردیم. بله. نوش جان کردیم. بله بله. فقط هم مندیش را نوش جان کردیم. خب دیگه همین است. یک غذایی که از چی ساخته میشه، کبسه ای که شما گفتین از چی جور میشه؟ کبسه از لحم گوشت. گوشت بله. لحم از گوشت است. گوشت چه رقم پخته میشه؟ همراه برنج است، ساده است، قورمه است. مثال گوشت اول میگیرین سرخ میکنین، باز داخل اون جدر که میگن او میریزین، بعد که برنج همراهشون میکس میکنیم. ما یکان ویدیوهای عربا را دیدیم آقای منصوری، وقتی که مهمانی ها و پارتی میگیرن امی سینیا یا پتنوس های بسیار گرد کلان به می اندازه تا از این کده کلانتر امی یک دانه گوسفند اینا تو زنده میمانن، دور برش برنج میباشه. بله. باز یک چهار پنج نفر دور از او میشنن غذا نوش جان میکنن. تصویر مقبول زیبا است اما زیاد کسا انتقاد هم میکنن، میگن که مملکت چقدر فقیر است، در سر تا سر جان مردم نان خوردن ندارم. عربای رقم گوشت و گوسفند زنده را در میز یک دونه گوسفند زنده است نوش جان میکنه. شما مثلا مردم هستین همین کارا را میکنین یا نه؟ بله بله اتفاقا خوب خود دگیر قمیتن کل کشورهای خلیج عربی این فرهنگشان فرهنگشان هست. یک دونه گوسفند زنده را به چند نفر میمانین؟ این قسم میباشه که اگر در محافل عروسی میباشه اول که سنشان که بسیار بالا هست ریش سفید میگن آرس و داماد؟ نه 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 همون مهمان ها. بله بله همون ریش سفید ها اول میان نوش جان میکنن، بعد که طبقه جوان ها میاین باز نوش جان میکنن همون سینی را. همون سینی بله. خویانه تو نیست که فقط همون یک مردم بیای بخور خلاص؟ نه خیر باز از گروه گروه میاین؟ بله بله گروه گروه میاین. گروه آخر هم که اطفال میاین. اطفال میاین بله. خب یعنی گفت ما خبر نداشتیم. باز اگر تو اینال افغان های ما میگه خب او خود دست خورده
میگن دست خورده را باز میین مثلا دوسته گروه بیایه بخوره یکی اول ری سفیده ها باز جوان ها باز نوجوان ها باز اطفال؟ بله بله اصلا برای ما فرق نمیکنه بعد که همون غذا که اگر بمانه مؤسسه لجنه خیریه میگن در کشور کویت با اون با تماس میشیم میاین اینا رو میگیرن به نیازمنده ها میبرن. نیازمند هم دارین اونجا؟ بله بله. در کویت نیازمنده بله. هم هستن؟ بله بله که همه خارجی ها میباشن. خارجی ها نیازمند هستن در اونجا. بیشتر کدام خارجی ها از کدام کشور ها هست در کویت؟ کشور عراق میباشن که قبل از جنگ غزو میگن جنگ عراق با کویت که جنگ قبل از بعد از جنگ که اون عراقی ها با تحریب که قاچاق آمدن کویت بعدش که گفتن ما عربی کویت هستیم دیگه تا هنوز هم بدون تابعیت هم ماندن. بله تابعیت اصلا ندارن. خود کویت هم غریب هستن یا نه؟ یعنی تقریبا 10% غریب. 10%. اینه کشور فقط 10% غریب داره کویت و هم ارقام نیست که تایید شده باشه تا به حال. خب هر صورت به امید از اینکه تمام کشورهای مسلمان همگی پولدار باشن، سرمایه دار باشن، با آرزوهای خود برسن، مشکلاتشون حل بگرده، خاصتا مردم شریف و عزیز افغانستان سفره‌هایشون رنگین باشه، پیشانی‌هایشون باز باشه، با خانواده بسیار عزیز و نازنین خود زندگی بسیار خوب و خوش را سپری بکنن، آرزویی را که از خداوند متعال دارن به او بتانن برسن. اللهم آمین یا رب العالمین. جاسم المنصوری. نعم. چی مانا؟ جاسم که هست اسم خودم می باشه، المنصوری که اسم خانوادگی تخلص. تخلص بله تخلص می باشه که ما بسیار زیاد تشکری میکنم از همه ما که این نام به سر ما ماندن. همه تان نام بله بله, بله. چون که به عربی میگن الاسم المسمى، یعنی همین نام که بله بله. جاسم چی مانا خودم؟ جاسم یعنی یک شخصی هیکلی، یک شخصی قد بلند. بله بله نه نام خدا هم هیکلی و قد بلند هم هستن. حالا خود اینجا شیطان معلوم نمیشه اما اگه استاد باشن اون رو اول دیدن که قدشون ماشاءالله چقدر بلند اما تو زیبا و تندرست و جوان. خب این چیزا از پیسه میشه، باز دارم پیسه بریم، این چیزا از اون اعصاب آرام میشه، از اون شکم سیر میشه، از اون دسترخان رنگین میشه که قدم بلند میباشه، زیبایی صورت هم میباشه و شادابی هم میباشه. ما مردم از چیجا میگیریم؟ حالا از کویت آمدی منصوری صاحب چی تحفه با ما آوردی؟ ما این چند ماه پیش که خودت در تماس بودیم و گپ زدیم تحفه از کویت چی آوردی با ما؟ والله تحفه که آوردم در موتر هست انشاءالله که بعد از یا نیست یا فقط فقط نه نه بله 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 چون که شما لطف کردین که ما را با این برنامه زیبای شما که ما را دعوت کردین. سلامت باشین. تشکر قربانتان. همی آمدن خودتان بر ما یک تحفه است، ارزشش خیلی زیاد است. همی که روی ما را در زمین ننداختین و قبول کردین آمدین گپ زدین، همی که شما قدر مقبول فارسی گپ میزنین، همی ارزشش به ما زیاد. حبیب بعد راسی والله. یک جمله بسیار زیبای اما تو رومانتیک یا اما تو عاشقانه یا اما تو بسیار مزدار جمله که بین کویتی ها رد و بدل میشه، مثلا حالا افغان ها یا ایرانی ها یا فارسی زبان ها و دری زبان ها زیاد میگن عزیزم، جانم، یا اگان جا میگن جگرم. شما چی میگن؟ ما میگم یا معود. خب ما یک چیز مقصد یاد میگن نور العین. نور العین اون که فکر کنم آهنگ است. بله دیگه چی میگن؟ دیگه یا معود عزیزم چی میگن؟ عزیزم عزیزم میگن. عزیزم میگن. خب دیگه آخرین لحظات برنامه است آقای منصوری عزیز. بسیار خوش شدم که آمدین، دعوت ما رو پذیرفتین. با امید از اینکه همیشه بیاین حضور داشته باشین. با عنوان آخرین پرسش، سفرتان در افغانستان را چگونه دیدین؟ آیا پس از یام تصمیم دارین رفت آمد داشته باشین، برین بیاین، یگان کاروبار بیارین، یگان زمینه تا
تجارت بیارین میسر کنین، یگان فابریکا بسازین تا یک تعداد جوانای افغان صاحب کار شون، رابط اقتصادی و تجارتی داشته باشین یا خیر؟ والله در مورد فابریکا با بعضی از دوستها صحبت کردیم که انشاءالله در سالهای آینده در افغانستان ولایت کابل یک فابریکه بسازیم، همکاری با امارت اسلامی انشاءالله که فابریکه در کشور افغانستان میسازیم. سفرتان به افغانستان یک خاطره خوش بوده؟ بله بله، یعنی باز هم یاد آوری میکنم از امارت اسلامی که بسیار زیاد برای ما زمینه مساعد کردن که ما تفریح به کشور افغانستان بیاییم. بعد که طبیعت افغانستان، فرهنگ افغانستان، چی در هر موردی کشور افغانستان باشه بسیار زیاد دوست دارم، بسیار زیاد دوست دارم، چون که برای ما بسیار زیاد جالب است که زبان فارسی را بلد شدیم. بله بله، بعد که با این تو کشور سفر کردیم دیگه همین خوب است. در آخر یک پیامم به این نامزادتان داشته باشین به زبان خودتان، شاید دق شده باشن دیگه پوشانه، که وقت دیر میشه که اینجا هستین. چی وقت عروسی توی از بخواهی؟ عروسی انشاءالله بعد از دو ماه. دو ماه بعد در کویت میگیرین؟ بله بله. ما چی را هم اشتراک کنیم؟ انشاءالله در کابل هم میگیریم. در کابل هم؟ نگفتی که ما میبریم تا اونجا. خب برده نمیشه، چون فکر کنم بند است ویزا و بعضی مسائل دیگه. بله. تشکر آقای جاسم المنصوری، ممنون از اینکه آمدین و دعوت ما رو پذیرفتین. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از شما هم وطنان بسیار خوب و عزیز و نازنین هم که بیننده بودین و حضور داشتین. سپاس بیکران از همراهیتان و تشکر از رستوران بسیار خوب و محبوب و زیبای ترکش فامیلی واقع در مجید مال شهرنو کابل که همکار هستن همیشه. شما هم وطنان بیاین به خانوادهتان، جای بسیار زیاد مقبول خاص برای خانواده داره، فامیل داره، اطفال نازنینتان یگان طفلکای شوخ ببرین شان در قسمت بازیچه اطفال اونجا حضور داشته باشین. از غذا و انواع و نوشیدنی و شیرینی‌هایی که در اینجا است لذت ببرین، نوشان بکنین. ما و منصوری صاحبم از حضورتان مرخص میشیم تا اینکه با یک مهمان بسیار خوب و عزیز دیگه خدمتتان برمیگردیم. شما را به عزت منان میسپاریم مثل همیشه. تا درود دیگر بدید.